سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان. بسیاری از دوستانی که زحمت میکشن ما رو فالو میکنن، سوال کردن که وضعیت بازار سرمایه رو چگونه میبینیم. بازار سرمایه از مرداد 1399 به دنبال حباب بزرگی که در بازار شکل گرفته بود دچار رکود شد. وضعیت رکود و رخوت در بازار سرمایه ادامه پیدا کرد، اما مسئله اینجاست که همزمان با اینکه بازار سرمایه شاخص در بازار سرمایه نزولی شده، همزمان با اون مقدار خلق پول به سرعت افزایش پیدا کرده. شرایط کشور ما به شدت تورمی بوده. اگر شما وضعیت پایدار باز شاخص رو در مرداد یا در تیر 1399 یک چیزی حدود 700 هزار تا 1 میلیون در نظر بگیرید، الان با توجه به رشد حدود 50% نقدینگی، برداشت بنده این هست که نرخ رشد سوداوری شرکت ها یک چیزی حدود 70% تا 100% در یک سال گذشته افزایش پیدا کرده باشد. یعنی اگر که برخی از افراد هم معتقد بودند که سال گذشته شاخص باید در سطح 700 هزار متوقف می شد، 700 هزار سال گذشته معادل شاخص 1,200,000 تا 1,500,000 امروز هست. و حتی اگر که ما شاخص رو در سال گذشته از نظر فاندامنتال بالاتر هم در نظر می گرفتیم، الان شاخص در حالت تعادلی می تونه تا حد 2,000,000 هم باشد. یعنی بنده پیشنهادم این هست، البته با توجه به اینکه روانشناسی بازار یک مقدار منفی شده، بسیاری از افراد از بازار سرمایه گزیده شدند، ضرر دیدند، احتمالاً تا آخر سال یک مقدار افراد با احتیاط نسبت به بازار سرمایه واکنش نشون خواهند داد. ولی اینکه ما به شاخص 2,000,000 تا آخر سال برسیم با این حجم رشد نقدینگی و با این نرخ تورمی که اصلاً بنای بر کنترلش متاسفانه از سوی دولت وجود نداره، خیلی طبیعی هست که ممکنه به شاخص 2,000,000 هم برسیم. سپاسگزارم.